منم سیمین هستم، از ایرانم. به عنوان داوطلبم مدتی تو برست کار میکنم. زری هستم، از ایران اومدم. یه مدتیه که تو قسمت برست به عنوان داوطلب کار میکنم. ساختمانی که امروز توش هستیم به اسم ویکتوریا هاله و قراره که ما در مورد فرهنگ کشورمون، نوع غذاهایی که داریم و یا صنایع دستی و به طور کلی در مورد کشورم صحبت کنیم. معمولا هر شهری از کشور ما یه غذای خاص خودش رو درست میکنه، ولی ما ایرانی ها رو معمولا به اسم نوع غذای خاصمون که میشناسن قرمه سبزیه، که قرمه سبزی غذایی هستش که مخلوطی از سبزیجات و گوشت و لوبیا هست و همراه با برنج استفاده میشه. در مورد نون، ما انواع مختلف نون داریم توی کشورمون. یکی بربری هستش، سنگک هستش، تافتون هستش، لواش هست، که این نونای معروف کشورمونه. نون تافتون یه تنورایی هستش که حالت گوده، بعد توش آتیش درست میکنن، بعد وقتی که تنور گرم بشه خمیر رو که ورز اومده اونو روی کفه‌هایی میریزن، به دیواره هاش میزنن، به مدت 2 دقیقه اون نون پخته میشه و در تنور در میارن. یه نوع نون دیگه که ما داریم نون سنگکه که معمولا تو تمام شهرامون پخته میشه و مردم هم خیلی دوست دارن. این نون رو روی سنگای خیلی ریزی که داخل تنور قرار دادن خمیر رو پهن میکنن و تقریبا بعد از 1-2 دقیقه نون پخته میشه و آماده است. نونا فرق نداره، هر کی بر حسب ذائقه‌ای که خودش داره انتخاب میکنه و استفاده میکنه، ولی بستگی به غذایی هم که داریم میخوریم هم خیلی بستگی داره. مثلا چه غذایی میخوایم بخوریم، از چه نونی باید استفاده کنیم. بعضی غذاها واقعا با نون سنگک میشه خورد، مثلا آبگوش. بعضی غذاها هم هستش نه، مثلا تافتون و اینا، اونو با غذاهای دیگه مثل کوفته، دلمه، خیلی خوشمزه هم هست. در ایران هر شهری صنایع دستی خاص خودش رو داره. درسته که در کل شهرها ممکنه استفاده بشه، ولی باز خاص هر شهریه. مثلا اصفهان صنایع دستی خاصش قلمزنی و مینیاتوره، که معمولا مینیاتور رو روی شیشه یا روی تابلو انجام میدن و قلمزنی رو روی فلزات خاصی انجام میدن که از نظر توریست هم خیلی براشون مهم و خیلی جالبه. به نظر من فرش ایران تو دنیا حرف اول رو میزنه. نه نظر شخصی خودم، از همه هم بپرسن، از همه کشورهای مختلف هم بپرسن که بهترین فرش کجاست، خودشون نظرشون اینه که ایران حرف اول رو میزنه. بعد شهرهای مختلفی هستش که این فرشا رو میبافن، که معروف هم هستش. مثلا فرش کاشان داریم که فرش تبریز هست، که واقعا هم گرونه هم زیباست. بعد همین دیگه، فرشایی که خیلی معروف و گرون هستش تو این شهر رو بافته میشه، با دست هم هستش، خیلی هم با ارزشه. بعضی ها تابلو هم میکنن، حتی این فرشا به صورت کوچولو بافته میشه، تابلو میکنن، ابریشمی هم هست، ازش استفاده میکنن. هر شهر ما باز مثل بقیه چیزایی که خاص خودشون هست، در مورد رقص هم رقصای خاص خودشون رو دارن. مثلا در شمالمون رقص خاص خودش هست با لباس خودش، و در جنوب هم همینطور. معمولا رقصایی که تو شهرهای مختلف ایران انجام میشه برگرفته از شغلشون و اون پیشه‌ای هست که انجام میدن. مثلا رقص شمال کشور ما وقتی انجام میشه با اون لباس خاص خودشون اون رقص رو میکنن، ولی حرکاتی که انجام میدن همون حالت کشاورزی یا حالت نون پختنیه که خانوما دارن. یا در جنوب وقتی که رقص بندری رو ما داریم، بیشتر اون حالت ماهیگیری و توی دریا بودن رو نشون میده. انواع رقصهای دیگه هم داریم، مثل رقص کردی، رقص لوری، و هر شهری میگم رقص خاص خودشو داره. خلاصه کردن قدمت 2500 ساله ایران تو چند دقیقه خیلی سخته، ولی امیدوارم تونسته باشم یه پنجره کوچکی از ایران رو معرفی کرده باشم بهتون.
و ممنونم از تماشای این فیلم و در آخر من افتخار میکنم که یه ایرانی هستم و به کشورم، به همه خصوصیات کشورم افتخار میکنم. ممنونم.